ادامه خبرها. در اثر سر و زیر شدن سیلاب ها در ولسوالی خوشی ولایت لوگر دست کم 20 تن به شمول 2 زن و 2 کودک جان باختند. مقام های محلی میگویند سر و زیر شدن این سیلاب ها از منطقه لوتک تا توتک خسارات مالی هنگفته را بر جا گذاشته و به 3000 خانه مسکونی آسیب رسانده است. باشندگان این ولسوالی اما میگویند در اثر سر و زیر شدن این سیلاب ها تمامی دار و ندارشان را از دست دادند و به کمک های فوری نیاز دارند. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای احمد رشاد عزیز، کارشناس امور حوادث، که از طریق خط اسکایپ از استانبول با ما وصل هستند. آقای عزیز، شما را به بحث خوش آمدید. میگم دلیل وقوع همچون سیلاب های کم سابقه را در چی میبینین؟ تشکر. سلام خدمت شما و بیننده های محترم شما. اجازه بدین که اول عرض تسلیت داشته باشم خدمت تمام هموطنان ما که در این حوادث طبیعی اخیر مخصوصا سیلاب ها عزیزان خود عزیز دادن و اینکه مال اموالشان توسط حوادث از بین رفت. ببینین، عوامل عمده سیلاب ها ناشی میشه از اون تغییرات اقلیم که متاثر تمام جهان را ساخته، مخصوصا تغییرات اقلیمی که عاملش کشورهای بزرگ صنعتی هستند که تغییر اقلیم به وجود آمده، گرمایش زمین و متاسفانه که تاثیرات سوش بیشتر به کشورهای فقیر مثل افغانستان بیشتر است و همچو حادثه نه اولش خود بود و نه آخرش، اینا متاسفانه که ادامه پیدا میکنه و ما مشخصا چیزی که ما میتونیم بس بگوییم در مورد تغییرات اقلیمی است که بارش های آنی سالهای گذشته یا سابق بارش ها به صورت مداوم همیشه زمین تر نگه می داشت که اقدر سیلاب های مدهش و خطرناک نبود، ولی حالا عمود مقدار باران بلکه بیشتر از او وقتی که جبهات سرد حرکت میکنه میآید، در مقطع زمانی بسیار کوچک به صورت آنی او آب پایین میشه و وقتی که زمین هم متاسفانه در این وقتا هوا هم بسیار گرم است، در این سالهای اخیر به اثر مو تغییرات اقلیم هوای گرم باعث میشه که زمین بیشتر قابلیت جذب آب نداشته باشه. وقتی که این آب به صورت آنی از هوا پایین میاد که اون سیلاب های آنی تشکیل میده که به نام فلش فلد میگن، متاسفانه ای از نو و مدهشترین و مخربترین سیلاب ها است که متاسفانه ما شاهد از هستیم که وطنداران ما در ولایت لوگر، در ولایت غزنی، نورستان و سایر ولایت ها از این متضرر شدن. بله، به تردید که حالا ممکن نیست جلوگیری شود از همچو حادثات طبیعی، اما راه هایی که میتونه خسارات همچو حادثات را به حد اقل برسانه چی است؟ ببینین، متاسفانه که یک کمی ناوختر است اگر در مورد امسال صحبت بکنیم. حادثات امسال به خاطر از اینکه برنامه ریزی قبلی کار داره و از سالهای متمادی گذشته متاسفانه خوب کار نشده، ولی چیزی که میتونه شده اداره محترم هواشناسی همین پیشبینی های خود به صورت دقیق تر امساحات مشخص تر، گرچه بیشترین تلاش اونا میکنن که اختار و هجدار خود بتن به ولایت هایی که باران است، ولی یک مقدار ریال تایم نیست، مشخص تر تایم انتروال زمانیش مشخص بسازن، ساحاتش مشخص تر بسازن که قبلا کارهای در اداره محترم حوادث صورت گرفته بود، چیزی به نام اطلس حوادث ساخته بودن، او اطلس حوادث هم ساحات آسیب پذیر نشان میداد، ولی او هم کافی نبود، یک مقدار مشخص تر شوه، اما ستلایت هایی که پیکچر ها یا عکس های با رزولوشن قوی میگیرن اونا را که از او استفاده شوه مشخص تر، حتی قریه ها او مشخص میشه که کدام قریه قرار است که امشب از سر باران متضرر شوه و سیستم های هشداردهی قبلی حداقل اگر هیچ چیزی پیش ما نیست، مساجد خوشبختانه که ما در اختیار داریم لاودسپیکر مساجد است، چیزی که در فرهنگ اسلامی در فرهنگ ما بسیار رایج است، میشه که ما از طریق لاودسپیکر ها صدا بزنیم سر مردم، اگر وقت کافی باشه میتونن اموال قیمتی اجناس خود انتقال بدن به نقاط مرتفع، ولی اگر او امکان نداشته باشه حداقل ما تلفات جانی رو میتونیم به حد اقلش برسانیم از همین چیزای محلی که ما داریم برای فعلا. بله، شما اشاره کردین که حالا بسیار دیر شده که در رابطه به جلوگیری و یا هم برنامه ریزی به خاطر
کاهش خسارات همچو حادثات صحبت بکنیم. دلیل را که امسال این حادثات به گونه قابل توجهی از مردم افغانستان قربانی گرفته را در چی میبینین؟ آیا فکر میکنین که اقلیم به گونه قابل توجه تغییر کرده و هم وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث نتانسته که به گونه شاید و بایدش کار خود انجام بده؟ ببینید، من میتونم اینطور بگویم که تغییر اقلیم یک چیزی است که از سالهای گذشته رو به رشد است، یعنی اقلیم تغییر کرده میره، درجه حرارت بلند رفته میره و این سیلاب ها قرار نیست که کم شوه بلکه بیشتر شده میره و حکومت های تمام جهان در بخش ادپتیشن یا قابلیت تحمل پذیری یا رزیلینس کار کردن که بتانن این سیلاب خودش آمدنی است ولی بتانن تلفات جانی و مالیش کم بسازن. متاسفانه چیزی که ما در این سال گذشته شاهدش بودیم که فرار کادرها از ادارات افغانستان در مجموع بود. اگر ما مشخصتر بالای اداره حوادث، اداره هواشناسی و وزارت محترم انرژی و آب صحبت بکنیم، یک تعداد بسیار زیاد کادرهایی که در این زمینه صاحب نظر بودن و کار کرده میتونستن، اونا متواری شدن و فرار کردن از وطن نسبت به اوضاع نابسامانی بود. حال مانده به اصطلاح اداره و سیستمایش فلج است. فرضاً یک سیستم دیتا منیجمنت مرکزی در اداره حوادث بود و امو اطلس حوادثی که مشخصتر امو وقت طرح شده بود و او به ولایت توزیع شد که از او استفاده میشد. متاسفانه که حال فکر میکنم که بیشتر نه تنها کمتر بلکه هیچ استفاده از او سیستمایی که قبلا وجود داشت در ادارات مختلف صورت نمیگیره. بله، یعنی فکر میکنین که عمده ترین دلیل این که خسارات سیلاب ها در افغانستان در این سال قابل توجه است نبود کادرهای مسلکی در رأس ادارات زیربط است؟ بله، ما حداقل اگر تخریبات یا تلفات مالی را کم کرده نمیتونستیم، چون مقدار سیلاب بیش از مقدار آبی که آمد بیش از حد بود، ولی ما میتونستیم این میتونیم به صورت قطعی بگویم که تلفات جانی از اثر ضعف دولت حاکم، از اثر حکومت حاکم، از اثر ضعف از اینجا برای تلفات جانی زیادتر. بله، و در این میان نقش نهادهای کمک کننده بین المللی را چگونه بررسی کردین؟ در تناسب با گذشته چقدر احساس میکنین که کمک هایشان در حال حاضر قابل توجه بوده؟ ببینید، یک چیزی که قبلا وجود داشت اما نهادهای کمک رسان بین المللی چیزی که بسیار زیاد توجه برش دارن اما نوتریلیتی ادارات یا غیر وابسته بودن ادارات کمک رسان است. حتی اداره حوادث در اکثر کشورها اداراتی است که مستقل است، تحت نظر رئیس جمهور عموم مملکت کار میکنند. ادارات کمک رسان بین‌المللی، من فکر نمیکنم، آنچه که من تجربه کار با اونا رو دارم، فکر نمیکنم که همون موثریتی که کارشان قبلا داشت حال داشته. حال یک مقدار بی‌علاقه شدن به خاطر از اینکه تیم حاکم در امورات از اونا مداخله میکنن. وقتی که توزیع کمک های بشری، مخصوصا کمک های آنی که در این طور حوادث صورت میگیره، وقتی که مداخله دولت ها باشه، حتی دونر دیگه علاقه نمیگیره که سرمایه گذاری بکنه در این مسائل و کمک بکنه کشورها را. متاسفانه که او مسئولیتی که قبلا داشت حال نداره، ولی با آن هم چیزی که مسئولیت کشورها است، چون ما عضوی از کشور در جمله کشورهای جهان هستیم که بالای سندهای بین‌المللی ما امضا کردیم و او را قبول کردیم که تا سال 2022 ما فقر را گم میکنیم در افغانستان را کم میکنیم، مثلا تا سال 2030 باشیم. یکی از اجندای جهانی که افغانستان عضوش هست. آقای عزیز، فرصت اندک است، یک مورد دیگر را میخواییم کوتاه از شما داشته باشم. آیا نگرانی از وقوع سیلاب ها و حادثات همسان در نقاط مرکزی افغانستان و پایتخت افغانستان هم احتمالش میره؟ 100% احتمالش میره. من پیشتر هم اشاره کردم کاری که ما کرده میتونیم با همین امکانات موجود هشدارا را مردم جدی بگیرن و چیزی که تیمای تکنیکی که در حکومت اگر وجود دارن کار میکنن، یک مقدار دقت بیشتر و لازم به خرج بدن که ساحات مشخصتر بسازن، از کلیگویی بس بکنن. فرضاً یک ولایت هم میگن و ولایت کلش نمیشه که خانه خود ترک کنه جای برن، یک مقدار مشخصتر بسازن که
اونجا باز از طریق لاودسپیکرهای مساجد بر اونها هشدار داده شده که حداقل جان و مال با ارزش خود بتونن در نقاط مرتفع انتقال بدن تا اینکه مدت زمانی که سیلاب در بر میگیره جانشون حداقل سالم بود. بسیار تشکر، سپاسگزار هستم از حضورتون آقای احمد رشاد عزیز، کارشناس امور حوادث که از طریق خط اسکایپ از استانبول با ما وصل بودیم. تشکر میکنم از شما. با سپاس شما که بیننده خبرهای ساعت 8 بودید. خبرها در همین جا به پایان میرسد. خدا نگهدار.